بیانیه شماره 18 آقای مهندس میرحسین موسوی که به منشور جنبش سبز معروفه، در 25 خرداد 1389 برابر 15 ژوئن 2010 یعنی اولین سالگرد جنبش سبز از ایشون منتشر شد. این منشور که متشکل از یک مقدمه و چند بخشه، به تفصیل به بررسی ریشه ها و اهداف، راهکارهای بنیادین، هویت سبز، گنجینه ایرانی اسلامی، حق حاکمیت مردم و معالن ارزش های جنبش سبز، کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت میپردازه. این منشور به طور قطعی که از مهمترین اسناد تاریخی جنبش های آزادی خواهی در ایران به طور کلی و جنبش سبز به طور اخصه. برای بررسی چند چون این منشور از دکتر محمود صدری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه تگزاس و صاحب مقالات و کتب علمی و عدیده‌ای در جامعه شناسی ادیان و همچنین در جامعه شناسی روشنفکری دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. محمود جان خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. در سوال اول اینه که تو به طور کلی در تاریخ جنبش های اجتماعی معاصر ما به طور کلی و به خصوص در تاریخ جنبش سبز اهمیت منشور سبز رو چگونه ارزیابی میکنی؟ بنده معتقدم که این منشور در واقع نقطه عطفی است در مبارزات 100 ساله مردم ایران برای آزادی. در این سند تاریخی آقای موسوی و تیمی که این منشور رو نگاشتن به پیوستگی جنبش سبز نه تنها به آرمان‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بلکه به آمال جنبش مشروطه ایران می‌پردازن و این پیوستگی و تداوم رو روش تاکید می‌کنن. آقای موسوی این اعلامیه رو امضا کرده به عنوان همراه کوچک جنبش سبز. درست. یعنی نه به عنوان نخست وزیر سابق ایران، درست. نه به عنوان کاندید ریاست جمهوری، بلکه به عنوان کسی که خودش متعلق به جنبش سبز می‌دونه. آیا تو فکر می‌کنی حتی خود آقای موسوی یک سال پیش که هنوز این جنبش به این ابعاد گسترده نبود میتونست یه همچین منشوری رو بنویسه؟ ابداً. به خصوص آقای موسوی هرگز تصریحی بر امکان تغییر قانون اساسی نکرده بود، هرچند افراد دیگری تلویحاً و به ایجاز گفته بودند، از جمله آقای کروبی به طور خیلی مختصر در مبارزات انتخاباتی خودشون احتمال تغییر قانون اساسی رو مطرح کرده بودند. ولی نه تنها آقای موسوی بلکه آقای خاتمی هم در دوره اول ریاست جمهوریشون رسماً گفتند که احتمال تغییر قانون اساسی منتفی است. بنابراین ما یه پروسه‌ای رو می‌بینیم که در واقع این جنبش سبز رهبران خودش رو و سخنگویان خودش رو و همراهان خودش رو در جریان تکفین خودش ساخته و به اینجا رسیده که رسماً بخشی از منشور جنبش سبز این گفتگوی عمومی است برای تغییر قانون اساسی. تغییر قانون اساسی، قانون اساسی که وحی منزل که نیست، بالاخره میثاق اجتماعی مردمه. همون مردمی که این میثاق رو تشکیل دادن بالاخره یه راهی باید داشته باشه برای اینکه اون رو تغییر بدن. حتی در قانون اساسی فعلی هم راههایی هرچند صعب برای اون پیش بینی شده. بنابراین این نشون میده این نه خیانته نه در واقع براندازیه. ما به عنوان مردم این کشور تقاضای اصلاحاتی در این قانون اساسی رو داریم. همونطور که خاطرت هست خود آقای خمینی در صدر انقلاب در این سخنرانی گفته بود که فرض کنین اگر پدران ما رأی داده بودن به سلطنت پهلوی یا رأی داده بودن به دولت قاجار، اونا حق اینه نداشتن که برای ما تصمیم بگیرن. این یک است. اصل دوم اینه که از نظر دموگرافیک همونطور که میدونی جمعیت ایران الان 80% زیر سن 40 ساله، 75% زیر 35 ساله. یعنی یه نسلی الان داره در ایران زندگی میکنه و بخش عمده اینجا بهش این نسله که اصلا حتی خاطره ای از انقلاب نداره. اگه ممکنی یه مقداری در ارتباط با این دو، یعنی نص صحبت خود آقای خمینی و این تغییری که در دموگرافی ایران داده شده و این حرف آقای موسوی که قانون اساسی قابل تغییره، راجع به اون صحبت کن. به عقیده بنده در واقع اون ضرب المثلی که در میان جمعیت شناسان هست که دموگرافی از دستینی،
یعنی ساخت جمعیتی سرنوشت یک مملکته. این در واقع در ایران داره به منصه ظهور میرسه و اون کسانی که به تعبیر شما انقلاب رو حتی به یاد نمیارن، اینها در عرض 10 سال آینده در واقع مصدر امور مختلف از جمله در سپاه و در ارتش و در سازمان‌های تعیین کننده سرنوشت کشور اینها نقش خواهند داشت و طبیعی است که با ادامه وضع موجود ما باید به انتظار یا اصلاح اساسی، اصلاح انقلابی و یا انقلاب در واقع خشن باشیم. ما این رژیم رو نمیتونیم ادامه بدیم مگر اینکه ما اصلاحی در قانون اساسی ایجاد بکنیم. این اصلاح در قانون اساسی هم در واقع کودیه، یک کلمه رمزیه برای اینکه این اصلاح در قانون اساسی به یک معناست، همه هم این رو میدونن و اون اصلاحی است که مربوط میشه به نقش ولایت فقیه و اختیارات گسترده یک فرد دارای قدرت بسیار و بدون مسئولیت در واقع در این کشوره. به طور خیلی مختصر و خلاصه من عرض بکنم دو تا مشکل جامعه شناختی داره این مسئله حضور ولایت فقیه در قانون اساسی ایران. اول این که به یک فرد بدون مسئولیت و بدون منتخب بودن قدرتی میده که بتونه خواست و اراده ملت ایران رو که در قوه مقننه و در قوه مجریه پیدا شده و مرتکز شده و متبلور شده اونها رو وتو بکنه. دوم این که گذار قدرت در یک چنین حکومتی غیر قابل پیشبینیه. بعد از آقای خمینی هیچ کس نمیدونست رهبر بعدی کیه. یه مدت قرار بود آقای منتظری بشه، بعد یک مرتبه از توی یک سقیفه‌ای آقای خامنه‌ای در اومد. الان هم معلوم نیست، هیچ کس نمیدونه بعد از آقای خامنه‌ای چه کسی خواهد بود. یعنی گذار قدرت غیر قابل پیشبینیه و این مشکل ساختاری و مشکل اساسی برای رژیم پیدا میکنه، برای اینکه هیچ کشور دنیا آماده نیست، حاضر نیست با یک رژیمی که آیندهش مشخص نیست رابطه اتحاد در واقع عمیق و اساسی ایجاد بکنه. یه عده سوداگر و معاملگر پیدا میشن که با کارت ایران بازی میکنن، نمونه اخرش هم روسیه بود. بنابراین این مشکلات ساختاری در جامعه شناختی در اصل ولایت فقیه وجود داره. البته من نمیخوام بحث رو فردی بکنم، من معتقدم در تظاهرات آینده جنبش سبز ما به جای اینکه بگیم که مرگ بر این فرد، مرگ بر اون فرد، مرگ بر خامنه ای، باید بگیم اصل ولایت فقیه اصلاح باید گردد، مطابق آرمانهای آزادی خواهی ملت ایران، مطابق آرمانهای انقلاب مشروطه و انقلاب جمهوری اسلامی. حالا با در نظر گرفتن همین توضیحاتی که دادی، آیا پذیرفتن تعبیری رو که الان از قانون اساسی میشه یا اصل ولایت فقیه رو میشه شرط عضویت در جنبش سبز دونست؟ به هیچ وجه چنین نیست. ما حصر منطقی نداریم که متاسفانه اخیراً برخی این رو مطرح کردند که میگن که شما یا باید کل جامعه قانون اساسی رو قبول داشته باشین یا اینکه در برابرش بایستین. چون این حصر منطقی ما نداریم، ما قانون اساسی رو میپذیریم، در این حال در واقع یکی از مطالبات و بخشی از هویت جنبش سبز این است که حضور این تفسیر از ولایت فقیه در قانون اساسی در واقع متناقض با بقیه قانون اساسیه. ما با دعوای لفظی نداریم ولی میخواییم این قدرتی رو که ولی فقیه داره در قوه قضاییه، در نهادهای مانند نهادهای رهبری، در نهادهای اقتصادی مملکت، این قدرت‌ها قدرت‌هاییست بدون مسئولیت و بدون انتخاب مردم و متناقض با آرمان مردم سالاری جنبش مشروطه و انقلاب اسلامیه. محمود جان خیلی ممنون از اینکه لطف کردی آمدی و از توضیحات. از دعوت متشکرم. شاید یکی از مهمترین نکات مندرج در منشور جنبش سبز این نکته مهندس موسویه که جنبش سبز یک حرکت اجتماعی فراگیره که هرگز خودش رو مبرا از خطا نمی انگاره و با نفی هر گونه مطلق نگری شرکالود بر گسترش فضای نقد و گفتگو در درون و بیرون جنبش تکیه داره. جنبش سبز
برای اولین بار این فرصت رو برای همه ما به وجود آورده تا از طریق نقد تک تک نهادهای غیر دموکراتیک از جمله نهاد ولایت فقیه مقدمات دموکراتیک آینده خودمون رو فراهم کنیم. من حمید دباشی هستم از نیویورک. تا هفته سبز دیگه، خدا نگهدار.